سلام و ادب خدمت شما شاگردان عزیز مکتب هادی امید که جور و صحتمند باشید امروز وارد فصل جدید از کیمیای سنف هشتم میشویم درس اول از فصل هفتم کیمیای سنف هشتم را در خدمت شما عزیزان هستیم نمبر ارتباطی برنامه دو سفیر 964 780 255 چهیل سیزده است از این طریق میتانید با ما در ارتباط باشید و سوال ها و پیشنهادات و همچنان کار خانگی خود را برای ما روان کنید. موضوع فصل هفتم کیمیا صنف هشتم در رابطه با تیزاب ها و الغلی ها است. امروز ما و شما در رابطه با تیزاب ها و الغلی ها با هم کار میکنیم. و اما اهداف درسی که ما شما امروز می با هم کار کنیم و یاد بگیریم. امروز تزابها را و القلی را با هم یاد خواهیم گرفت که دارای چی ویژگی است و در کدام مرکبات یافت میشود و همچنان نظریه ارینوس دانشمندی است که در رابطه با تزابها و القلی نظریه خود را عنوان کرد را با هم یک جای کار میکنیم با شروع درس امروز با ما همراه شوید. و اما تیزاب ها چگونه مرکبات است؟ تیزاب که به آن اسید هم گفته می شود اسید یک کلمه یونانی است و معنای ترش به همین خاطر به تیزاب ها مرکباتی گفته می شود که دارای زایقه ترش می باشد تیزاب ها که زایقه ترش دارد در مرکباتی از جمله لیمو و همچنان سایر خوراکی هایی که دارای مزه یا زایقه ترش هست مانند ماس مانند ترشی یافت می شود شما میتونید در ماحول خود که امروز یاد گرفتین تیزاب ها دارای زایقه ترش هست انواع و اقسام خوراکی ها را در اطراف خود ماحول خود مشاهده کنید و مثال هایش برای ما به نمبری که در ابتدای درس برایتان گفته شد برای ما روان کنید یک قسم مرکبات دیگر داریم به نام ها که می خواهیم با هم یاد بگیریم که دارای چی ویژگی می باشد. ها کلمه یا القلی یا کلمه است عربی به معنای خاکستر است که بیشتر به خاکستر چوب اشاره دارد. زایقه که مرکبات القلی دارد زایقه تلخ است و مرکباتی که زایقه تلخ داشته باشد را ما به حیث القلی ها می شما باز میتونید در ماحول خود الغلی ها خوراکی هایی که دارای مزه تلخ یا ذائقه تلخ میباشد را شناسایی کنید و برای ما روان کنید و اما حواستون جمع باشد شاگردای عزیز که هر گونه مرکباتی که دارای ذائقه تلخ یا ترش باشد را شما نمیتونید که مستقیما اون را مزه اون را امتحان کنید و مورد استفاده قرار دهید چرا که بعضی از مرکبات القلی و تیزاب ها دارای خاصیت زهری می باشد که برای ما و شما خطرناک است و آسیب می رساند. به همین خاطر باید در چشیدن مرکبات القلی و تیزاب ها دقت کنید و در صورتی که خوراکی باشه و هیچ گونه آسیب به ما و شما نرساند می تونید امتحان کنید. در غیر این صورت باید در محیط های لبرتواری خصوصیات ظاهری آن را شما امتحان کنید که یک مرکب تیزابی است یا القلی و اما نظریه ارهینوس چی است؟ دانشمندی به نام ارهینوس در رابطه با مرکبات تیزاب ها و القلی ها نظریه را عنوان نمود. این دانشمند با حل نمودن مرکبات تیزابی و القلی به داخل محللی از جمله آب باعث شد که به نتایجی دست پیدا کند که این نتایج را به نام خود به نام نظریه ارهینوس ثبت نمود که در ادامه ما و شما در رابطه با نظریه ارهینوس با هم یاد خواهیم گرفت که دانشمند چی نتایجی را به دست آورد نتایجی که دانشمند ارهیروس در رابطه با مرکبات تیزابی به دست آورد قسمی بود که مرکبات تزابی در حین حل شدن به داخل یک محلل از جمله محلل آب آیون های هیدروژن تولید شد. ارهنوز وقتی که در هنگام آزمایش مشاهده کرد که آیون های هیدروژن در هنگام حل شدن یک مرکب تیزابی به داخل آب تولید می شود به همین خاطر قسم مرکبات را نامش مرکبات یا محلول های تیزابی گذاشت. و نتیجه که به دست آورد قسمی بود هر محلولی که به داخل آب حل شود و آیون های هیدروژن را تولید کند و مرکب را به حیث یک تیزاب ما شناسایی میکنیم انواع و اقسام مرکبات تیزابی که به داخل آب می شود را ما در تعاملات کیمیاوی یاد خواهیم گرفت از جمله آنها مثال هایش حل شدن هیدروژن کلوراید هست به داخل آب که مثال مثال‌هایی از حل شدن مرکبات تیزابه بعد داخل آب را بر روی تخت سیا با هم نوشته میکنیم و یاد میگیریم خب در نظریه ارهینوس شاگردان عزیز که در رابطه با محلول های و القلی نتایج را بدست آورد در مراکباتی تیزابی نتایجی که به دست آورد گفت که در محلول های تیزابی اگر یک تیزاب به داخل یک محلل حل شود منجر به تولید آیون های هیدروژن می شود پس از نظر ارهینوس مرکبات تیزابی به مرکباتی گفته می شود مرکباتی که در حین حل شدن و داخل آب چی تولید میکرد؟ آیون های هایدروژن خب مثال هایش میتونه نمونه از مثال های محلول های تیزابی حل شدن هایدروژن کلورایت به داخل آب باشد HCl وقتی که گاز HCl یا هایدروژن کلراید به داخل آب حل می شود منجر به تولید یا باعث تولید آیون های مربوطه ایشان می شود HCl از آیون های H مثبت و CL منفی تشکیل شده است. به این محلول شاگرد ها محلول تزابی گفته می شود چرا به خاطر که دارای آیون هیدروژن می باشد هر محلولی که دارای آیون هیدروژن باشد را ما به حیث محلول تزابی یاد می کنیم و مرکبی که با داخل آن حل می شود یک مرکبی تعذابی است مثال دیگه در رابطه با محلول های تزاوی شاگردان عزیز حل شدن گاز کاربون دایوکساید به داخل محلل آب است وقتی گازهای کاربون دایوکساید به داخل مالکول های آب یا یک گلاس آب حل می شود منجر به تولید گاز کاربونیک اسید می شود با فرمول مولکولی H2CO3 خب خوب دقت کنه شاگرد ها H2CO3 یک گاز کاربونیک اسید می باشد که یک تیزاب است. مرکب تیزابی کاربونیک اسید یک مرکب بسیار ناپایدار است که به داخل یک محلل باعث می شود که سریع تبدیل شود به آیون های مربوطه آن که H مثبت و HCO3. سه منفی یا با یک چارچه منفی می باشد محلولی که داخل به دست آمد یک محلول چی است؟ یک محلول تیزابی است چرا یک که محلول تیزابی است؟ به خاطر که به داخل محلول آیون هیدروژن تولید شده است درست است هر کدام از معادله هایی که برای شما مثال زده شد محلول های تیزابی تولید شد در آخر فرق, مح... فرق, تعامل اول با تعامل دومی است که تعامل اول HCl وقتی که داخل آب حل می شود منجر به پارچه شدن به آیون های مربوطش می شود که H مثبت و CL منفی است. اما در تعامل دوم دقت کنید در اثر حل شدن گاز کاربون به داخل آب یک مرکب تیزابی تولید می شود که بعد از اون مرکب تیزابی چون یک مرکب h 2 و 3 یک مرکب ناپایدار است خود به خود پارچه می شود و آیون های که یک محلول تیزابی را تشکیل می دهد در نهایت هر دو معادله برای ما یک محلول تیزابی را تولید کرده است که نتیجه دانشمندی به نام ارهینوس را نشان می دهد که محلول های تیزابی در اثر حل شدن یک تیزاب و داخل آب تشکیل میشه که منجر به تولید آیون های میشود. می شود. خب تا به اینجا نظریه ارهینوس اولی نظریه که در رابطه با تیزاب ها گفته شد را با هم کار کردیم. اما در رابطه با القلی ها ارهینوس چی نظریه را عنوان نمود؟ ارهینوس با حل نمودن مرکبات القلی به داخل آب متوجه شد و مشاهده کرد که آیونهای های هایدروکساید او اچ منفی تولید می شود. به این صورت که در تصویر هم برای شما نشان داده شده است که وقتی یک القلی به داخل آب حل می شود منجر به تولید آیونهای های هایدروکساید می شود. به چون محلول‌های محلول های محلول های القلی گفته می شود و هر وقت که هر محلول القلی که آیون های او اج منفی یا آیون هایدروکساید تولید کرد نتیجه می شود که مرکب مورد نظر که با داخل محلل حل شده است یک مرکب الغلی است نمونه و مثال های از محلول الغلی را با هم برای تخت ها نوشته می کنیم و کار می کنیم خب نظریه ارهینوس در رابطه با الغلی ها چی گفته شده؟ در رابطه با الغلی ها گفته هر مرکبی که مر... ها به مرکباتی گفته می شود که در حین حل شدن در محللی به نام آب آیون های هایدروکساید را تولید میکند خب مثال هایی که در رابطه با محلول های القلی میتونیم برای شما بزنیم و بسیار هم مهم است حل شدن NaOH ای که سودیم هایدروکساید است یک القلی به حساب می به هنگام حل شدن به داخل آب پارچه می شود به آیون های مربوطش که ای مثبت است و OH منفی و چون محلول محلول القلی گفته می شود محلول القلی چرا محلول القلی گفته می شود؟ به خاطر اینکه به داخل محلول آیون های OH منفی یا هایدروکساید تولید شده است مثال دیگه حل شدن گاز امونیاست و داخل آب گاز امونیا وقتی به داخل آب حل می شود منجر به تولید آیون NH4 مثبت می شود و OH منفی خب باز هم محلول یک محلول چی هست؟ یک محلول القلیسته چرا یک محلول القلیسته؟ به خاطری که به داخل محلول آیون هایدروکساید تولید شده است خب به این ترتیب هر دو معادله که برای شما مثال زده شد شاگردان عزیز یک محلولی القلی است که منجر به تولید آیون های هیدروکساید شده که در معادله اول القلی سدیم هیدروکساید به داخل آب پارچه شده است به آیونهای های مربوطه و در معادله دوم گاز امونیا به داخل آب حل شده است که منجر به تولید آیون امونیم این 4 مثبت شده است و او منفی که نشان است که محلول یک محلول الکلی است خب تا به اینجا با خصوصیات الکلی ها و تضاب ها آشنا شدید و همچنان نظریه دانشمند ارهینوس را در رابطه با محلول های الکلی و تضاب ها با هم یاد گرفتیم در ادامه می خواهیم مهمترین مرکبات تیزابی را که در درس کیمیا و همچنین در لبراتوار ها مورد استفاده قرار می گیرن را با هم کار کنیم و معرفی کنیم یک تا از مهمترین تیزاب ها که در محیط لبراتوار ها بسیار پرکاربرد است محلول یا تیزاب نمک هایدروجن کلوراید است هایدروژن کلوروید از جمله تیزاب های بسیار قوی محسوب می شود که مورد استفاده قرار می گیرد در لابراتوار و از آن برای پاک کردن یا پاک نمودن منگی لوله ها و نل ها هم استفاده می به خاطر قدرت تیزابی قوی که این مرکب دارد. مرکب HCL یا تیزاب نمک HCL و هنگام حل شدن و داخل آب باعث می شود که پارچه شود به آیون های مربوطش که در دقایق پیش در رابطه با این معادله با هم کار کردیم که HCl به داخل آب منجر به تولید H مثبت و CL منفی می شود. دومین تضابی که بسیار قوی است و در مورد لبراتوان های استفاده می شود تضابی گوگرد است با فرمول مولکولی H2SO4 که به آن سلفوریک اسید هم در محیط لبراتواری گفته می شود. از جمله کاربردهایی هایی که تیزاب داره شاگردها ها در باتری موترها هم استفاده می شود و همچنان به عنوان محلل در, محلل در محیط های لبراتواری برای حل نمودن مواد کیمیاوی هم استفاده می شود بعد از HCL تیزاب نمک سلفوریک اسید یا H2SO4 قوی ترین تیزاب می باشد. خب برای تخت معادله حل شدن یا به وجود آمدن مرکب H2SO4 را با هم نوشته می کنیم که یاد بگیریم. تیزاب سلفوریک اسید یا H2SO4 که از جمله تیزاب های قوی است که استفاده می شود چگونه به دست می آید یا چگونه در محیط لبراتوار تولید می شود از حل نمودن so سلفر تیرای با مالکول های آب منجر به تولید تیزاب H2SO4 یا سلفوریک اسید می شود که یک اسیدی یا یک تیزاب بسیار قوی می باشد که معادله آن را باید شاگردها یاد داشته باشید. تا به اینجا با مهمترین تیزاب ها آشنا شدید و معادله آن را با هم کار کردیم و موارد استفاده آن را یاد گرفتیم. در ادامه می خواهیم مهمترین القلی ها را با هم کار کنیم. و اما مهمترین مرکبات الگلی که ما شما در درس کیمیا در محیط لبراتور ها استفاده می کنیم. از جمله مرکبات یا مهمترین القلی ها القلی امونیا است با فرمول مولکولی NH3 که در محیط لابراتواری استفاده می شود همچنان در کودهای کیمیاوی در ساختار یوریا هم استفاده می شود امونیا ظاهری که داره امونیا دارای بوی تند و مخرشی دارد که بسیار بوی تندی هست و در محیط های باید حتما از وسایل استفاده شود که او ای بو را انسان بتاند تحمل کند و چگونه امونیا در محیط لبراتواری تولید می شود توسط یک معادله کیمیاوی که از ترکیب شدن یا تعامل پیدا کردن گاز هیدروژن و گاز نیتروژن به دست می آید که معادله آن را برای تختصی سیاه با هم نوشته می کنیم. خب گاز امونیا یا NH3 از تعامل گاز نایتروژن و همچنان گاز هایدروژن به دست می آید. خب رو اگر توزیم کنیم دو اتم نیتروژن در اینجا است پس یک ضرب دو هم باید در این قسمت قرار بیتیم دو ضرب سه می شود شش تعداد اتم های هایدروژن پس یک ضرب سه هم باید در اینجا قرار بیتیم پس این قسمی امونیا تولید می شود از تعامل گاز هایدروژن و نیتروژن و مهمترین مرکب الغلی مرکب سودیم هایدروکساید است با فرمول مولکولی NaOH که باز هم یک تا از الغلی های بسیار بسیار مهم است که در محیط لبراتواری برای حل نمودن مواد جامد کیمیاوی استفاده می شود. موارد استعمال سودیم هایدروکساید در صنعت کاغذ سازی است و همچنان تهیه فلز سودیم هم از این مرکب استفاده می شود اما چه قسمی سودیم هیدروکساید تولید می شود توسط چی معادله تولید می شود که برای تخت سیاه با هم نوشته می هایدروکسال یا NaOH که از جمله الگلی هستند از تعامل Na2 او با مالکول های آب در محیط لبراتواری تولید می شود که منجر به تولید سودیم هایدروکساید می شود. معادله را اگر توضیح کنید دو اتم سودیم در این قسمت داریم پس یک ضرب دو هم باید در این قسمت قرار بیتیم. دو اتم اکسیژن داریم در سمت راست دو اتم اکسیژن هم در سمت چپ داریم تعداد اتم های هیدروژن هم در دو سمت معادله با هم مساوی است و مساوی با دو است پس سودیم هایدروکساید همین قسمی از تعامل اکساید فلز سودیم با تعامل پیدا کند، با مالکون های آب و تولید می شود. خب شایردان عزیز درس امروز ما تمام شد امیدوارم که درس امروز خوب با دقت گوش داده باشین و یاد گرفته باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان باشد